در جمهوری اسلامی عده‌ای مرد بازجو متهمه را به استخری خصوصی بردند و مجبور کردند رفتارهای جنسی آنها را تماشا کند. نیلوفر بیانی متهم ردیف دوم پرونده فعالان محیط زیست از جزئیات شکنجه‌هایی با ماهیت جنسی می‌گوید. شکنجه‌هایی که در طول ساعات طولانی بازجویی او را تحت فشار گذاشته تا اعترافاتی کند که خود او و سایر متهمان پرونده بر اساس آنها حکم گرفتند. امشب درباره پرونده فعالان محیط زیست صحبت مفصل می‌کنیم. سلام بر شما. این صفحه ایده آخر هفته است. نیلوفر بیانی زنی 32 ساله فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا در آمریکا از 2 سال پیش در پرونده فعالان محیط زیست بازداشت شد. حکم قطعی این فعالان صادر شده. خانم بیانی در آن به 10 سال زندان محکوم شد بابت همکاری با دولت آمریکا. پس از صدور حکم، حسین باستانی که به این نامه‌ها دست یافته در مطلبی در سایت بی بی سی فارسی جزئیات این آزارها را نوشته. خانم بیانی گفته که دست کم 1200 ساعت بازجویی شده. در این بازجویی ها مورد شدیدترین شکنجه های روحی و روانی قرار گرفته و تهدید به شکنجه های جسمی و جنسی هم شده. مثلا آورده که مجبورش کردند صدای حیوانات وحشی را درآورد یا جسد کابوس صید مامی را به او نشان دادند و گفتند عاقبت همکاران و خانواده‌اش همین است. اما بخشی که بیش از سایر بخش‌های این نامه‌ها بسیاری را تحت تاثیر قرار داده، گستردگی فشارهای جنسی بر او بوده. خانم بیانی در نامه‌اش آورده مکرراً کثیف‌ترین توهین‌های جنسی در بازجویی‌های طولانی تکرار می‌شده. او را مجبور می‌کردند تصورات جنسی آنها را در حضور جمع گسترده‌ای از بازجویان تکمیل کند. همینطور او را به یک استخر خصوصی بردند و مجبور کردند روابط آنها را تماشا کند. خانم بیانی گفته به شدت نگران تعرض و خشونت جنسی علیه خودش بوده و هیچ جا احساس امنیت نمی کرده. چرا در ایران شکنجه جنسی انجام می شود و دستگاه اطلاعاتی ایران از این شکنجه چه به دست می آورد؟ اینجا در استودیو نازی اکبری روان درمانگر با ماست. خانم دکتر اکبری خوش اومدید به این برنامه. ممکنه به ما بگید که این شکنجه های جنسی چطور کار میکنه؟ ما در مورد در واقع تجاوز جنسی میدونیم که چه تاثیر داره، اما چه در این جور شکنجه هست که اینقدر خانم بیانی تحت تاثیر قرار داره؟ درسته. اولا من سلام میکنم به همه بیننده ها. ببینین، ما انواع شکنجه داریم، شکنجه های جسمی داریم، شکنجه های روحی داریم و در واقع تحقیقات نشون دادن که تأثیر به اصطلاح شکنجه های روانی خیلی بیشتر از این هستش که جسمی کسی رو در واقع شکنجه کرده باشن. و ماها به عنوان کسانی که با این افراد کار میکنیم میبینیم که پروسه درمان هم برای اینها طولانی تر هست. یکی از دلایلش این هستش که ببینین، ما این مسئله استفاده از مثلا به اصطلاح تهاجمات یا به اصطلاح چی میگن از نظر جنسی کسی رو مورد آزار قرار دادن در واقع خیلی معموله، نه تنها در ایران، در همه کشورها هست. و یک دلیلش اینه که ببینیم بدن ما انسان‌ها به نظر من مثل آخرین سنگری هست که ما رو حفاظت میکنه، هویتمون و بودنمون و هستیمون. وقتی به این صدمه وارد میشه و در واقع حریم، اون حریم خصوصی که ما داریم بهش تجاوز میشه، شرافت ما، کرامت انسانی ما زیر سوال میره، اون نقطه‌ایه که در واقع دیگه ما میشکنیم و نمیتونیم تحملش بکنیم. خانم بیانی وقتی توضیح میده در توضیحاتش این هست که در واقع او رو مجبور کردند که یک چیزهایی رو تماشا بکنه، او رو مجبور کردند که در واقع فانتزی‌های جنسی بازجوها رو تکمیل بکنه در حضور جمع گسترده‌ای از افراد. چه در این نوع اقدامات هست که افراد رو تا این حد میشکنه و تحت فشار قرار میده؟ ببینین، ما انسان‌ها کلاً همونجور که گفتم اون کرامت انسانی ما مهمترین به اصطلاح وجه وجودی ما هستش. تو اینجور مواقع ما حالا از نظر روانشناسی بالینی اگر نگاه کنیم، شکنجه‌گرها به دو دلیل، یعنی توجیه شکنجه در واقع به دو دلیل، یکی مسئله کارآمدی شکنجه هست، یکی بیماری‌ها و اون سادیسم یا به اصطلاح مشکلات درونی خود شکنجه‌گر هست که باعث میشه اونا یک رفتارهایی بکنن که طرف مقابل رو مورد شکنجه قرار بدن، شکنجه جسمی. و
اصل ماجرا اون حکومت بر اون به اصطلاح حاکم بودن مطلق بر سرنوشته، اصل قدرته. ببینین اگر یادتون باشه مسئله زندانیان ابوغریب توی عراق، اگر یادتون باشه اون رسوایی که به وجود اومد، وقتی که با افسری که در واقع این کارها رو میکرد، از اینا اوریان عکس میگرفت و اینا صحبت کردم، مصاحبه کردم، فکر کنم چارلز گریتون بود اسمش، باهاش صحبت کردم، برگشت گفتش که من به عنوان یک مسیحی میدونستم کار بدی دارم میکنم، ولی خب به من دستور داده بودن این کارو کنم. وقتی ازش سوال کردن چه احساسی در این رابطه داشتی، گفت از این که من حاکم مطلق سرنوشت اونا بودم و اونا با دیدن من خودشون رو حتی خیس میکردن، این به من احساس قدرت میداد و به خودم میبالیدم. که اینجا اون میشه در واقع مسئله بیمارگونه ای که از درون خود شکنجه‌گر میاد. ما بر اساس اطلاعاتی که الان داریم میدونیم که در این پرونده خب متهمان دیگری مردی هستند که در مورد این نوع شکنجه در مورد خودشون صحبت نکردن، اما وکیل سپیده کاشانی زن دیگری که در این پرونده متهم بوده میگه با او همچنین رفتاری شده. آیا بین زن و مرد تفاوتی هست در بحث شکنجه جنسی؟ ببینین شکنجه جنسی فرق نمیکنه شما مرد باشی یا زن باشی، به هر حال خیلی یکی از فجیع ترین نوع شکنجه هستش. اما فرهنگ ما هم میتونه خیلی تاثیر داشته باشه در رابطه با ایمپکت و اون تأثیری که این شکنجه روی ما داره. بله، مثلا ما تو کشورهایی که مرد سالاری هستن، قاعدتا تحمل این مسئله و باهاش کنار اومدن به مراتب سخت‌تره. من یک موردی رو می‌خواستم بهتون بگم. من خب چون کارم عمده کار من در واقع کار با قربانیان شکنجه است، نه الزاما من از ایران، از تمام کشورها. من یه آقای یوگاندا داشتم و ایشون برای من تعریف می‌کرد که ایشون رو دستاشو گرفته بودن از بالا، آویزونش کرده بودن با تناب و می‌زدنش که اعتراف کنه، در مورد دوستاش صحبت کنه. و ایشون به من میگفت که من مقاومت کردم. زمانی من شکستم که اینا منو اوریان کردن، منو آویزون کردن و منو نمیزدن، فقط نشستن به من نگاه کردن و من اونجا دیگه فکر کردم دیگه تموم شد و نمیتونم. یعنی منظور من اینه که در واقع اون آزار جنسی برای اون به اصطلاح جایی که اون شخص ازش میومد، قاعدتا یک مرد بودن ولی یک اوریان شدن در مقابل دیگران خیلی سخت‌تر. شما پس با این حساب به نقش جامعه اشاره میکنید. آیا فکر میکنید تفاوتی هست؟ بعد مثال زدید ابوغریب رو و گفتی جاهای دیگه هم هست، اما آیا تفاوتی هست بین جامعه مبدئی که در اون شکنجه اتفاق میفته؟ آیا اگر در اون جامعه مثل جامعه ایران سکس تابو هست به متهم سخت‌تر می‌گذره؟ ببینین من فکر خب یک مقدار میتونه، شما اگر بخوایم نگاه کنیم مثلا همونجوری که گفتم فرهنگ خیلی مهمه. مثلا فرضاً یک خانومی که بسیار مذهبیه، تمام عمرش هیچ جای بدنش رو کسی ندیده، قاعدتاً برای ایشون وقتی که نقطه ضعفش هست در واقع بدنش یک مقدار سخت‌تر هست. ولی ما نمیتونیم بگیم صرفاً استفاده از به اصطلاح آزار جنسی به عنوان شکنجه فقط میتونه به خاطر تابوهای اجتماعی باشه، چون از بعد در واقع تاریخ بشریت ما دیدیم که این مسئله به عنوان نهایت، یعنی اشد در واقع شکنجه، به عنوان برای اینکه اون طرف مقابل رو بیارن پایین و در واقع قدرت مطلق باشن و بتونن سرکوب کنن اون شخص رو، همیشه استفاده شده تو همه کشورها. شما در آغاز صحبتتون گفتید که در واقع روند طولانی تری وجود داره برای شکنجه های روحی، ممکنه خیلی کوتاه توضیح بدید چرا اینطور هست؟ خب ببینین، ما همونجوری که به عنوان یک انسان اگر بخوایم نگاه کنیم، هم به عنوان یک حیوان، به عنوان انسان نگاه کنیم، ما در واقع به یک شرایط اولیه برای بقا نیاز داریم. بقای جسمی داریم، بقای روحی داریم. بقای جسمی ما زمانیه که ما غذا، چیزهای اولیه رو نیاز داریم و تهیه میکنیم. بقای روانی ما واکنشی از شرایطی هست که ما توش قرار میگیریم و میزان به اصطلاح اون توانایی ما برای مدیریت کردن. به طور مثال ممکنه یک تهدیدی از بیرون باشه، یک استرسی از بیرون باشه. شما اگر اون شرایط اولیه رو داشته باشین که خودتون رو تطبیق بدین و اون رو اجاست کنین، در واقع تنظیم بکنین، در واقع از نظر روانی خودتون رو میتونین، بقای روانیتون رو در واقع میتونین مهیا بکنین. ولی وقتی تو اون شرایط اولیه وجود نداشته باشین، قاعدتا ایمپکت یا اون تاثیر روانیش خیلی طولانی تر هست. دکتر نازی اکبری، رواندرمانگر، ممنونم که با ما صحبت کردید.
اما در برنامه امروز می‌خوایم بیشتر در مورد پرونده محیط زیستی‌ها صحبت بکنیم. کاوه مدنی، کارشناس محیط زیست و معاون پیشین سازمان محیط زیست ایران از نیو هیون با ماست. اسماعیل کهرم، بومشناس و کارشناس مسائل محیط زیست از تهران به ما پیوستند و محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری از تهران همراه ما هستند. آقای آقاسی، من میخوام با شما شروع بکنم. شما این حکم ها رو شنیدید. من از پرونده خانم بیانی آغاز میکنم. میدونم که شما وکیل سام رجایی بودید در مقطعی، اما آیا با توجه به اونچه که الان ما میدونیم، اینکه به هر حال شکنجه بوده و بعضی از حکم ها بر اساس اقرارهایی که بر اساس شکنجه گرفته شده، آیا میشه تجدید نظر خواست؟ اجمالا عرض میکنم که تجدید نظر خواهی به صورت فوق‌العاده از حکم دادگاه تجدید نظر امکان پذیره، چون حکم تجدید نظر در یه همچین مواردی و این اتهامات قطعی محسوب میشه، در انتهای حکم هم این عبارت قید میشه. فقط دو ماده از مقررات قانون عدالت کیفری هستش که اجازه میده در صورتی که رأی مخالف بیان شرع باشه و یا مغایر با موازین قانونی به صورت روشن و واضحی باشه، امکان پذیر هست که تجدید نظر خواهی کرد، که البته من بسیار بعید میدونم که در این زمینه کاری صورت بگیره و در واقع به درخواست متقاضیان اعاده دادرسی توجهی بشه. اما اجازه بفرمایید من این رو اضافه کنم، واقعا شنیدن این مطالب به نحو بسیار وحشتناک و تکان دهنده‌ای مردم رو تحت تاثیر قرار میده. به اعتقاد من مقامات ارشد نظام و اونهایی که خودشون رو دلسوز قوه قضاییه و نظام معرفی میکنن، با توجه به افشاگری بسیار گسترده‌ای که صورت گرفته، دیگه نمیتونن بگن که یک مطلب پوشیده است و بگذارید مکتوم بمونه. بهتر هست که در این زمینه وارد بشن، بررسی بکنن، و اگر کسانی متخلف هستن و مرتکب این اعمالی که قطعاً جرم هم شرعی و گناه شرعی و هم جرم قانونی است، رسیدگی بکنن و افراد رو تحت تعقیب قرار بدن. صحیح. حالا ما اگه بخوایم از آغاز این پرونده حدود 2 سال طول کشیده، در مقطع خانم بیانی که الان این نامه ها از اون منتشر شده، به دادگاه وقتی آورده شد در دادگاه فریاد کشید، گفت که من تحت شکنجه بودم، تحت شکنجه از من اقرار گرفته شده، او رو بردن و دیگر در دادگاه دست کم دیده نشد خانم بیانی. من میخوام از اول داستان شروع بکنیم. آقای مدنی، تو همون بحبوحه‌ای که اینها در واقع بازداشت شدن، شما هم یک ماجرایی داشتید در ایران، در واقع شما هم مجبور شدید کشور رو ترک بکنید. بعضی از در واقع سایت های نزدیک به اصولگرایان پرونده شما رو به اینها نسبت دادن، ربط دادن. شما چقدر اصلا اینها رو میشناختید؟ اینکه چه جوری ربط پیدا کردم هنوز برای من سوال، همون جوری که هنوز داستانی که طرح میشه در مورد این افراد برای من سوال و محل کلی جای اشکال داره. داستان هایی که میگن، من چند نفر رو تو این افراد میشناختم، به خصوص اونایی که خارج از کشور بودن، آقای طاهباز، خانم بیانی رو قبلا توی کنفرانسی سال 2014 توی لندن، موقعی که استاد دانشگاه بودم اونجا، ملاقات کرده بودم، خیلی گذرا، به خصوص خانم بیانی رو. بعدها من رفت آمد هم به ایران بیشتر بود، بیشتر دیدم، حتی بعضی در واقع همون تو لندن چند بار آقای طاهباز رو دیدم، فرزندشون دانشجو بودن توی لندن، می اومدن من راجب علم با هم دیگه صحبت میکردیم. بنابراین من برخورد داشتم، به علاوه تو ایران مثلا آقای سید امامی رو دیدم، همین، در همین حد مراوده خاصی نداشتم، ولی چند نفر از اینا رو دیده بودم. حوزه کاریشون با من متفاوت بود، حوزه حیات وحش بود، صحبت کردیم در مورد حتی راه اندازی یک مجموعه تو مثلا یه حوزه آب و کارهایی که فکر میکردیم شاید خوب باشه و ضروری باشه و کمک کنه به ایران، در همین مورد موارد صحبت میکردیم. و اتفاقا زمانی که من تو ایران بودم، حتی فکر میکردم که ما نیروهایی که با خارج از کشور آشنایی دارن رو تو بخش بین الملل نیاز داریم، و پیغامم فرستادم که خانم بیانی اگر مایل هستن مثلا شاید خوب باشه بیان کمک کنن، چون سابقه کار در سازمان های بین المللی رو داشتن. اما هیچ موقع تصور نمی کردم این اتفاقات بیفته.
در مجموع آیا میتونید به ما بگید که NGO ها در ایران در زمینه محیط زیست چیکار میکنن؟ میدونیم همین حالا هم که در مورد این مسئله صحبت میکنیم NGO های زیادی هستن، در واقع گروه های غیر دولتی که کارهای محیط زیستی میکنن. سازمان های مردم نهاد یا همون سمن ها توی ایران مثل خیلی چیزهای دیگه همون که یک مفهومی رو پیدا کردیم از جای دیگه دنیا آوردیم و ایرانی سازیش کردیم و ایرانیزش کردیم، سمنها هم در ایران خیلی هاشون سمن نیستن. با در واقع تعاریف بین المللی به شوخی میکردیم گاهی وقتا که اینها سمند هستن، سمنهای دولتی هستن، خیلی هاشون وابسته هستن به دولت، حتی ارتزاق میکنن از منابع دولتی، مستقیم از دولت میان پول میگیرن. خب کسی که مثلا از دولت پول میگیره آیا واقعا میتونه منتقد دولت باشه؟ برای یه سری ایراد و اشکال جدی وجود داره در مورد فعالیت‌های سمنها در ایران. اما سمنها به طور کلی در حوزه محیط زیست کاری که میکنن متفاوته از این، در واقع از اینکه اطلاع رسانی بکنن، به دولت ایراد بگیرن، بیان یه سری فعالیت اجرا بکنن، برن یک جا در مورد یه مطلبی آموزش بدن، خیلی متنوع و خب در همه جای دنیا هم کارهای مختلفی صورت میگیره. این گروه هم گروهی بود که مثل همه گروه های دیگه هم کار خوب انجام داده بود، هم شاید میشد گفت که یه سری ها به یه سری کاراش ایراد وارد میکردن که خب این هم خیلی طبیعی است که ایرادهای تخصصی است. به هر حال یه سمنی بود که مراودات بین المللی داشت، شاید متفاوت بود از این لحاظ با سمنهای دیگه، با سازمان محیط زیست تعامل داشت بسیار زیاد و فکر میکنم همین موارد اتفاقا عامل مشکلات عدیده بود که براش پیش اومد، به خاطر اینکه بیش از شاید تو چش بود، حتی با هنرمندها همکاری داشتن و تلاش زیادی میکردن در حوزه فرزن یوز پلنگ ایرانی، حیات وحش و آقای دکتر کهرام هستن بهتر میتونن در مورد جزئیات این توضیح بدن، اما به هر حال همین چیزیست که سمنهای دیگر هم انجام میدادن و متاسفانه حالا معلوم نیست چرا این سمن انتخاب شد و قربانی شد. آقای دکتر کرم، شما در مورد این افراد چی میدونید؟ میدونم که قبلا گفتید بعضی از اونها رو از نزدیک میشناختید. کاملا، برخی از اینها هم کلاس من بودن، یعنی دانشجو بودن و حدود 20 و چند ساله که برخی از اینها رو من میشناسم و خودشون و خواهر و همسر و خانواده و مادر و غیره. و باور بفهمید که از نظر شناخت اینها، جناب آقاسی چندی پیش به بنده تلفن فرمودن، گفتن آقا اگر ما بخوام بریم تو دادگاه مثلا ذهن جناب رئیس دادگاه رو روشن بکنیم که فعالیت این بچه ها در بیابان چی هست، تو حاضری بیای توضیح بدی؟ گفتم با کمال میل، به دیده منت من حاضرم بیام بگم که این کسانی که تو بیابون میرن چه میکنن، به خاطر این که ما نسل اول بودیم که این مطالعات بیابونی رو، میدانه‌ای رو شروع کردیم سال 1352 و این بچه ها پیرو اون برنامه هایی بود که ما انجام میدادیم، جوانتر، نیروی بیشتر و علاقه بیشتر. آقای دکتر کرم، چه میکنید در بیابان؟ چون به نظر میاد که بخشی دست کم اون چیزی که ما از مستندی که در تلویزیون پخش شده یا بخش در واقع اتهاماتی که مطرح شده، بخشی از نگرانی همین حضور در جاهای خلوت در نزدیکی محلهایی بوده که احتمالاً سپاه یا نیروهای امنیتی اونجا دم و دستگاهی داشتند. آنچه که ما در بیابان انجام میدیم یا مطالعه خود حیوانه و یا اینکه آثاری که این حیوان به جا گذاشته، مثلا جای پا، ردشون، شکاری که کردن، انواع و اقسام مطالبی که مربوط به اون حیوان به خصوص میشه. مثلا هومن جوکار عمری رو دنبال یوزپلنگ ایرانی میگشت که این یوزپلنگ در معرض خطر نابودی است. کافی بود بهش تلفن کنن بگن آقا ما یه جای پای یوزپلنگ پیدا کردیم و یا یک نیش پیدا کردیم که نیم خورده یه یوزپلنگه، برو اونجا مطالعه کن. حالا اگر ایشون در حین عبورش به یه پایگاه نظامی، نمیدونم سایت موشکی،
اینجور چیزها برخورد میکرد ما بارها برخورد کردیم. میامدن اغلب با تشر و با شدت و حدت به ما میگفتن آقا جمع کن برو چیکار میکنی. ما حکم ماموریت نشون میدادیم، میگفتیم ما اومدیم اینجا دنبال این و اون هستیم. البته یه پوزخندی هم میزدم، میگفتن مرد حساب برو یه چیز اساسی رو تو مطالعه کن، یوز پلنگ که آخه کار نشون. حالا این نظرشون بود محترمه، و ما جمع میکردیم لندروور و سپایه و دوربین و غیره رو میرفتیم. شاید این بچه ها روی اون عرق و علاقه ای که داشتن یک کمی در این زمینه تعلل و تأخیر کردن به اینجا کشید. آقای مدنی، من بحثم این هست که توی صحبت‌هایی که شنیده میشه از در واقع کسانی که اتهامات رو وارد میکنن، اسم توماس کاپلان رو ما میشنویم، کسی که گفته میشه که به نوعی با اینها در تماس بوده و گفته میشه اصلا دلیل شک به این NGO و این سمن به قول شما همین هست. ممکنه ارتباط این فرد رو بگید و بگید اصلا این چه کاره هست که اینقدر مسئله ساز شده؟ یکی از مواردی که بسیار مطرح شده تعامل این سمن با یک مؤسسه به نام پنتراس. باز هم فکر میکنم آقای دکتر کهرم بیشتر صلاحیت دارن که در مورد تخصص این قضیه در واقع این گروه صحبت بکنن، اما در زمینه حیات وحش و حفاظت از گربه سانان این مجموعه بسیار سابقه قوی داره در سراسر دنیا. سپاه ظاهرا فکر میکنه یا شاید شواهدی داره، اما این شواهد به تا حالا ارائه نشده که این گروه کار پوششی میکنه و گربه سانان بهانه ای هستن برای اینکه بیان تو جاهای مختلف دوربین بذارن و رصد بکنن و اطلاعات خاصی رو از اون مناطق در واقع بردارن. کما اینکه روزهای اول مطرح شد که این دوربین ها بودن که استفاده می شدن برای رصد سامانه های موشکی و این داستان ها، که خب رد شد توسط اکثر کارشناس های محیط زیست که تو این حوزه تخصص دارن. دلیل عمده ای که که صحبت میشه در مورد این که حالا شخص آقای کاپلان که مؤسسه و حتی تامین کننده مالی فرزند پنترا هست، وابسته هست یا در واقع ضد ایران هست، اینه که ایشون یه سری فعالیت های ضد ایرانی دارن و این مشهود است و بارها بر ضد جمهوری اسلامی ایران صحبت کردن. بنابراین گیلت بای اسوسییشن، اتفاقی که دائما در پرونده های مختلف امنیتی تکرار شده و افراد زیادی درگیر این مسئله هستن، موضوعی است که باز هم اینجا خودش رو نمایان میکنه. یعنی که افراد عملا در یک شبکه‌ای قرار میگیرن که از دید دستگاه امنیتی شبکه مشکلزایی. در دنیای مدرن ما میگیم که ما با ضریب 6 7 تقریبا هر دو انسان مستقلی رو میشه به همدیگه وصل کرد. بنابراین همه کسانی که حتی کسانی که تو ایران زندگی میکنن، کمایی که بعضی از این افراد ساکن ایران بودن، چه افرادی که بیرون کشور زندگی میکنن، طبق این استاندارد از نظر من میتوانن گناهکار شناخته بشن، چون همه ما در نتورکمون افرادی رو داریم که سیستم بهشون حساسه. این افراد اگر به خصوص خارج از کشور زندگی بکنین، حتما یک یهودی رو میشناسین، حتما آدمی رو میبینید که به اسرائیل سفر کرده، حتما آدمی رو میبینید که از جمهوری اسلامی خوشش نمیاد، حتما آدمی رو میبینید که از لحاظ سیاسی با شما و ایدئولوژی با شما متفاوته. بنابراین این افراد میتوانن عملا شما رو گرفتار بکنن بدون اینکه شما کاری کرده باشید. مسئله همینجاست. فرضاً زمانی که من رو گرفتن، روز اول در بدو ورود به ایران بوده، همه ایمیل و همه زندگی منو از من گرفتن، ولی من وایسادم تو اون کشور 6-7 ماه کار کردم، چون به خودم شکی نداشتم. من گفتم هر چی در ایمیل من هست برن بخونن، میدونن که من کاری رو بر ضد منافع ملی انجام ندادم. اما از همونا 4 داستان خنددار در آوردن برای خودشون مطرح میکنن که مثلا با فلانی صحبت کرده، فلانی در نمیدونم فلان گروه و یگان و از این داستانهایی که خنددار، ولی همین چیزا میشه محتویات پرونده و بر اساس همین چیزا داستان میسرایند و حکم میدن. آقای آقاسی، اتهامات تغییر کرد، یعنی از آغاز یک روندی بود، بعد نوع این اتهامات تغییر کرد تا به اینجا رسید. ممکن شما این روند رو در دادگاه به ما بگید که چه اتفاقی افتاد؟ در مراحل تحقیقات مقدماتی ابتدا ظن و گمان این بود که اینها مرتکب جاسوسی شدن،
اجازه بدید که من مطالب رو در این زمینه عرض بکنم. انجیو ها و مؤسساتی که در خارج از کشور وجود دارند، حتی در ژاپن هم هست، در انگلستان، در آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگه که فعالیتشون فرامرزی هست و تصور میکنم که خطوط مرزی نمیتونه اونچه که اهداف اونها هست رو جدا کنه، از جمله مسائل مربوط به آب و هوا، زیست شناسی و در واقع حیوانات و خیلی چیز دیگه، امور پزشکی به مناطق محروم. اما توجه بفرمایید که متاسفانه نهادهای امنیتی در کشور به این انجیو ها و به این مؤسسات شدیداً بدبین هستند. اگر کسی وارد گفتگوی با اینها بشه و یا تحت ساپورت اینها قرار بگیره، بلافاصله آنتنها تیز میشه و حرکت میکنه به سوی اینکه اینها چه میکنن. ما برادران پزشکی که در زمینه ایدز و بقیه مسائل تحقیق میکنن در ایران، یادمون هست که من در اون پرونده هم به نحوی بله، و اینها صرفا به خاطر اینکه در خارج از ایران میرفتن و آموزش هایی رو میدیدن که چگونه عمل بکنن، اینها تحت تحقیق قرار گرفتن و بعد هم رفتن. در این مورد هم به این علت که مثلا سمیناری در آمریکا توسط یکی از این انجیوها برگزار میشه و از این عزیزان دعوت میشه که در اونجا شرکت بکنن، آشنا بشن با وظایفی که دارن، و بعد که برمیگردن اینها رصد میشن که چرا رفته بودن اونجا. ظاهرا مختصری مبلغی هم به اینا پرداخت میکنن به عنوان کمک برای هزینه هایی که در اون چند روز اونجا هستن، و به همین دلیل تحت عنوان جاسوسی اینها رو تعقیب کردن تا رسیدیم به مرحله صدور کیفرخواست. در کیفرخواست که برای 5 نفر از اینها بازپرس صادر کرد و رفت برای دادستان که نسبت بهش اظهار نظر بکنه، همزمان جواب یک استعلامی از ارتش برای شورای عالی امنیت ملی ارسال میشه و در اونجا بدون اینکه اقدامی تصمیم گرفته بشه ارسال میشه برای دادستان جواب، و همزمان بوده با موقعی که این پرونده برای اظهار نظر راجع به قرار مجرمیت و در واقع کیفرخواست باید صورت میگرفته. آقای دادستان و آقای دولت آبادی دستور دادن به بازپرس که به اعتقاد من این عمل 4 نفر از اینها افساد فعل ارض است. در قانون پیشبینی شده، در قانون جدید، که اگر ارتکاب هر جرمی را به صورت گسترده و در سطح وسیع انجام بگیره، اون عمل تبدیل میشه به افساد فعل ارض. و نسبت به آقای سام رجبی که اشاره فرمودید، من نزد همین بازپرس بودم در روزی که تحقیقات انجام میگرفت، از من هم در واقع تحقیق شد. ایشون هم اتهام جاسوسی رو بهش زده بودن و در همون جلسه در پایان تحقیقات بازپرس بهش تبریک گفت که من معتقدم که تو جاسوسی در شرکت نداشتی، بلکه ارتباط با دولت متخاصم خارجی و اجتماع تبانی هستش. و اما وقتی که اومد پرونده در دادگاه، آقای آقاسی، این تغییر از جاسوسی به ارتباط با دولت متخاصم چه تأثیری روی حکم اینها داشت؟ اگر که اون اتهام پذیرفته میشد، متاسفانه مجازات اون 4 نفری که افساد فعل ارض بود حتما اعدام بود، اگر احراز میشد. و در دادگاه در جلسات اول و دوم و زمانی که کیفرخواست قرائت میشد این مسائل مطرح بود. در بهمن ماه سال 97 نهایتا مسائل که خیلی رسانه‌ای شد و خیلی مطرح شد، توسط مقام ارشد نظام در این زمینه تصمیمات اتخاذ شد و وزارت اطلاعات به عنوان کارشناس رسمی وارد پرونده شد که اظهار نظر بکنه آیا جاسوسی هست یا نه. در اونجا بود که 4 ماه دوره فترت محاکمه طول کشید و تغییر کرد که اون افسار فعل ارض برداشته شده است. و در واقع وزارت اطلاعات اعلام کرد که در این پرونده جاسوسی اتفاق نیفتاده. نظر کارشناسی وزارت اطلاعات بود که ظاهرا اطلاعات سپاه اون رو نپذیرفت. اما من یه سوال دیگه هم از شما دارم. با توجه به اینکه خیلی این قضیه خارج از ایران مطرح میشه، گفته میشه که کسانی بودند که اتهاماتی رو به این افراد وارد کرده بودند و بعد در ایران همون اتهامات رو در واقع سپاه به دست گرفت و ادامه این پرونده رو بر اساس اونها بنا نهاد، شما که در دادگاه پیگیر قضیه بودید، چقدر واقعا این قضیه رو شما میدیدید که روی در واقع نوشته های وبسایت ها و اظهار نظر های در واقع خارج از دادگاه بنا شده بود فرضیات دادگاه؟
زن و پیگیری و شروع پرونده در واقع از اونجا آغاز شد که یکی از کسانی که در این میراث پارسیان قصدش همکاری بکنه و موفق نشده، شروع کرده به مطالبی رو مطرح کردن و دریافت حدود 100 هزار دلار پول از در واقع انجوهای خارجی بابت خرج کردن در ایران برای حفظ حیات وحش و اینها مسائل رو منتشر کرد. اما هیچ دلیلی، مطلقا هیچ دلیلی مبنی بر اینکه اینها جاسوسی کردن و یا ارتباط اونها با دولت خارجی در جهت مخالفت با نظام یا علیه امنیت هست در پرونده وجود نداشته. و به همین دلیل من باز هم قبلا گفتم زمانی که در پرونده های سیاسی و امنیتی دلایل کافی برای محکومیت دستگیر شده وجود نداره، این فشارها و تهدیدها و روشهای به قول خودشون فنی به کار برده میشه تا اشخاصی که دستگیر شدن مجبور به اقرار به ارتکاب جرم بشن و به استناد این اقاریری که قانونا و شرعا معتبر نیست و نافذ نیست، این افراد در دادگاه محکوم بکنن. یکی از مواردش همین موضوع پرونده مجددیسی هست که من 6 نفرشون رو اطمینان کامل دارم که به هیچ وجه اقرار نکردن. اون 2 نفر هم در دادگاه همونطور که شما اشاره فرمودید فریاد زدن در خلال قرائت کیفر خواست که ما این اقاری رو با اراده و اختیار انجام ندادیم. بنابراین دلیلی واقعا به اون شکل در پرونده اگر بخواهیم در یک محکمه واقعا راحت رو بدون دغدغه رسیدگی بشه وجود نداره که اینها رو بتونیم محکومشون کنیم به ارتباط به ارتکاب جرائمی که به اونها نسبت داده شده. من قبل از اینکه از آقای کهرم در مورد فعالیت‌های خودشون بپرسم، آقای مدنی شما خواستین چیزی بگید در مورد صحبت آقای آقاسی؟ مسئله‌ای که آقای آقاسی فرمودن خیلی مهمه که از نگاه نهاد امنیتی بسیاری از سمن‌های بین‌المللی یا نهادهای بین‌المللی هم ممکنه درگیر فعالیت‌های جاسوسی یا پوششی باشد. این حالا حرفیه که گفته میشه. فقط این رو بگم که در مورد اون سفری که گفته میشه که این افراد بعضی‌هاشون به آمریکا کردن و سفر توسط یه سمن هماهنگ شده، می‌خواستم بگم این سفر توسط آکادمی علوم آمریکا تا جایی که من میدونم هماهنگ شده به در واقع مراودات آکادمی علوم آمریکا و آکادمی علوم ایران سالهاست که برقراره، از دوران بوش در واقع برقرار بوده و این ارتباطات وجود داشته و نهادهای امنیتی مطلع بودن. این یه مسئله دیگه که ما اینجا داریم، مسئله سلیقه است. یک نهاد هماهنگ و میدونه نهاد دیگر ایراد داره و اشکال میگیره و مردم اینجا کاری کردن که هیچ خلافی توش نبوده یا افراد مختلف و گرفتار میشن اینطوری. این رو توی اتهاماتی که مطرح شده حتی در واقع UN سازمان ملل، برنامه توسعه سازمان ملل، همه اینها دارن اتهام در واقع تحت اتهام قرار میگیرن، در حالی که ایران عضو سازمان ملل، حق عضویت پرداخت میکنه، دفتر داره سازمان ملل توی ایران، ایرانیهای مختلفی دارن برای سازمان ملل کار میکنن، اما به راحتی میان همچین حرفایی میزنن و بدون هیچ در واقع سندی همچنین چیزهایی مطرح میشه. و این مسئله بسیار مهمیه. این بحث در واقع عدم اطمینان به نهادهای خارجی بحث تازه‌ای نیست، قبلا در موارد دیگری هم دیدیم. از طرف دیگه به هر حال خواسته میشه، معمولا خیلی از دولت‌ها، دولت مردان میان و از کسانی که خارج از ایران هستن میخوان که برگردن به کشورشون خدمت بکنن. این چیزی هست که در مورد آقای مدنی هم شاهدش بودیم، در مورد خیلی های دیگه هم میشنویم. شما به عنوان یک کارکشته این کار فکر میکنید که آیا امن هست که افراد برگردن در ایران کار کنن برای نهادهای محیط زیستی، حالا چون در این بحث هستیم؟ من به مردم هم هیچ وقت دروغ نگفتم، الان هم نمیگم، میگویم نه، هر جا هستید بمونید، خدمتتون رو بکنید، شما دارید خدمت به جامعه بشری میکنید. اما یه درخواست از دستگاه قضا دارم، اونم اینه که بنده به قول جنابالی میفرمایید کارکشته هستم بیش از 47-8 ساله. من نمیدونم جاسوسی در مورد شغل ما یعنی چی، یعنی من چه اطلاعاتی دارم بگم که مثلا 50 تا میشمرغ اینجا بوده رفته اونجا، بیام بگم که مثلا وقت پوست‌اندازی قوچ و میشه چی بیام بگم که یه دولتی حاضر بشه بنده رو به عنوان جاسوس بپذیره. شما
شما که اینا رو گرفتی، خانوادهشون در منگنه گذاشتی، در انفرادی و دادگاه و به اون ترتیبی که خانم نیلوفر بیانی گفتن که واقعا شرم‌آوره، اینها رو زجر و شکنجه و تهدید جنسی و اینها، خب بیاد بگید که اینها چیکار کردن، چه کردن که یه همچی اتهامی رو بهشون زدن. جاسوسی اتهام کمی نیست، یعنی خیانت به مردمشون، خیانت به ملتشون. البته اتهام در نهایت تغییر کرده به همکاری با دولت متخاصم. ببینید اینو ما شنیدیم اینجا که دفتر رهبری دخالت کرد و گفت نمیشه 4 نفر رو در ملای عام و در حضور جامعه جهانی بیان یه همچی اتهامی بهشون بزنیم. حرفش عوض شده، ولی جناب عالی خانم قاضی‌زاده دقت کن، معنا همونه. یعنی همون جاسوسیه. شما همین حس رو میکنید که بحث محیط زیست به نوعی امنیتی شده در سالهای اخیر؟ وقتی ما به مملکت اون نگاه میکنیم میبینیم اعتراض در هر زمینه مضمون بود و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات میامد و کتبسته میورد و سین و جیم و اینها. خب ولی در زمینه محیط زیست آدمایی مثل من حرفشون رو میزدن. درست یک ماه قبل از اینکه این بچه‌ها رو دستگیر بکنن، یکی از مقامات اومد گفت شماها حق ندارید به عنوان متخصص محیط زیست بیاین و انتقاد بکنید از شرایط محیط زیست، بگیرید دریاچه خشک این رو کنید. و این یه مقدمه ای بود که یه زنگی رو در ذهن من صدا درآورد که آقای کهرون اون روزگاری که میشد از وضع محیط زیست انتقاد کرد گذشت و نتیجهش رو ما دیدیم. دهانها بسیاری از موارد بسته شد، دیگه کسی نمیتونه بیاد. کوتاهی های سازمان حفاظت محیط زیست، کوتاهی های دولت و یا بیخیالی و بی توجهی دولت رو بیاد پوشزد بکنه، اون سبو بشکست و آن پیمانه متوسطانه ریخت. آقای مدنی، شما مطلبی نوشتید در این باره، در اونجا هم توضیحاتی دادید در مورد همین که در واقع به چه شکل قضیه به شکل امنیتی دیده میشه از طرف نهادهای امنیتی در ایران. ممکن خودتون یک بار دیگه این رو برای ما بگید که به نظر شما چطور شد که نهادهای امنیتی اینقدر حساس شدن به مسئله محیط زیست؟ بر اساس تجربیات هم میگم، بر اساس اتهامات و اطلاعاتی که در واقع اتهاماتی که مطرح میشه در مورد خودم، اون چیزایی که میخونم، بر اساس مستندهای 10 قسمت خارج از دید که من توصیه میکنم همه ببینن و ببینن که دغدغه های اطلاعات سپاه چیه و شاید بعضی بسیار خنده داره مطالبی که مطرح میشه برای ما، ولی جهان بینی اونها رو نشون میده. بر اساس فیلم The Spy الی کوهن و داستان الی کوهن که بازم خوبه که ببینن، جریان نفوذ برای ایران مهم است، یه کدی است که مطرح شده در داستان نفوذ. اون افراد فکر میکنن که کسانی با اسم متخصص، با اسم دلسوز میان نزدیک میشن به حلقه های قدرت و سعی میکنن افراد رو در حلقه های قدرت گمراه بکنن، در واقع اولویت های نظام رو به هم بریزن، داستان های غلط بگن، اطلاعات هم ببرن بدن به خارجی ها و ایران رو زمینگیر بکنن. این دغدغه یک نظامی است که داره میجنگه با همه جای دنیا و تحت فشار دوست و دشمنش هم نمیتونه تشخیص بده. بنابراین هر کسی که ریسک داشته باشه در واقع تو این همچنین پروفایلی داشته باشه میاد هضم میکنه و از بین میبره. محیط زیست هم موضوعی بود که غیر سیاسی بود، به مرور زمان میبینیم که سیاسی هم شد. این مسئله مهمه، وقتی که چه آقای رئیسی چه آقای روحانی در برنامه های خودشون یه بخش بزرگی در مورد محیط زیست داشتن موقعی که کاندیدا بودن. بنابراین موضوع محیط زیست یک موضوع مهمه، اما این موضوع هم باید کنترل شده باشه. یعنی اطلاعات سپاه حق دارد که صبح تا شب بکوبد حکومت رو، دولت رو، بابت مسائل محیط زیستی، اما اگر من و شما راجع به محیط زیست صحبت بکنیم، ماها دشمنیم، آب به آسیاب دشمن می‌ریزیم. اگر بیایم بنویسیم، مقاله علمی بنویسیم، اطلاعات ایران رو به تاراج گذاشتیم و اطلاعات دادیم به خارج، به علاوه
به نظر من نهاد امنیتی الان متوجه است که محیط زیست قدرت ایجاد اتحاد دارد. مهم نیست ایدئولوژی شما چیست، برای دریاچه ارومیه دلتون میسوزه. مهم نیست مخالف نظامید یا موافق نظام، برای هامون و سیستان و بلوچستان دلتون میسوزه، برای خوزستان قلبتون میتپه، برای زاینده رود نگرانید. بنابراین قدرت اتحادی که این موضوع داره هیچ موضوع دیگه شاید بشه گفت ندارد. بقیه موضوعات شما رو در مقابل قانون، در مقابل دین، در مقابل ایدئولوژی سیستم ممکنه قرار بده. اگر تو بعضی از حوزه‌ها فعالیت کنین، محیط زیست این گونه نیست. من فکر میکنم که سیستم دوچار یک پارانویا شده در مورد این حوزه، علاقه رو دیده و البته که در رسانه‌های خارج از کشور هم دائم در رابطه این موضوع صحبت میشه. خبرنگارهای اجتماعی رفتن سراغ این موضوع، رسانه‌ها دارن در مورد این موضوع صحبت میکنن و این شده یک دغدغه جدیدی برای مردم و گله جدیدی برای مردم. خب خطر آفرینه. حالا به نظر من ایراد اصلی اینجاست که قوه تشخیص ندارد اون سیستمی که باید رصد کند و برخورد بکند. بله جاسوسی در خیلی از حوزه ها رخ میده. آقای کرم و بنده شاید بلد نباشیم و نفهمیم، اینه که ما اونجوری فکر نمی کنیم. کار بدی نکردیم که فکر بکنیم که میشه جاسوسی کرد، ولی 100% در این حوزه ها میشه اطلاعات برد و جابجا کرد. اما اینکه این افراد درگیر این داستان بودن، اگر بودن سندش کو، اگر بنده درگیر این داستان بودم سندش کو، یک سند ارائه بشود برای اینکه این کارها انجام شده. متاسفانه ما با سیستمی طرفیم که قدرت تحلیل در واقع فنی ندارد، دنیای بین الملل رو نمیشناسد، مراودات رو نمیشناسد. همین مؤسسه پنترا که اسمش رو بردیم، دوربینش هنوز روی زمینه، دوربینش هنوز داره کار میکنه. اگر مشکل داشت پس چرا دوربینش هنوز روی زمینه؟ اگر مؤسسه مشکل داشت سالهاست داره با دولت ایران تعاملات داره کار میکنه. اگر مشکل داشت چرا کسی چیزی نگفت؟ این افراد قربانی ان، خودشون باید شاکی باشن از سیستم که چرا در این موقعیت قرار گرفتن. بنابراین ما مشکلمون این است که خودمون فکر میکنیم با استاندارد خودمون، با استاندارد علمی، با استاندارد تخصصی داریم به کشور خدمت میکنیم و کمک میکنیم، اما یک نفری اونور نشسته که دغدغش که نمیتونه موشک کروز و فرقشو با دوربین تو با هواپیمای مسافربری در شرایط استرس نمیتونه تشخیص بده. فرق دوست و دشمن و خبرنگار دغدغه‌مند و قلم دست مزدور رو نمیدونم خیانت کار و عاشق وطن رو نمیتونه تشخیص بده. کسی که دلش میسوزه رو میگه نفوذی، بدون اینکه گوش بده، بدون اینکه مطالعه کنه. فلانی اومد گفت آب نیست پس میخواست ما رو وابسته کنه از لحاظ غذایی، فلانی اومد گفت که نمیدونم اینجوری شده. یه دونه مطلب رو نمیخونن، یه دونه مقاله رو نمیخونن و برای خودشون داستان درست میکنن و بر اساس همون داستان ها اقرار میگیرن و همون مطالب میشه شرح پرونده شما و برای اون حکم صادر میشه. به نظر من اگر مستندی وجود داره بعد از 2 سال باید ارائه میشده و دلیلی که این داستان انقدر طولانی شده خودش فقدان مستنده و مشکلات دیگه‌ای که در این مسیر به وجود اومد، از جمله مرگ آقای سید امامی. در بسیاری از پرونده‌های امنیتی ما می‌بینیم که خیلی در واقع با لاپوشانی هم حکم صادر میشه، هم مثلا مراحل مختلف خیلی پیچیده و همچین پر رمز و راز پیش میره. اما در مورد این پرونده در نهایت چه چیزی دادند که در واقع چه اتفاقی افتاده؟ اتهام رو مطرح می‌کنند، یه نامی اتهامی روش می‌گذارن، اما به طور مشخص گفتند که اینها چه کردند؟ اون چه که از ابتدای امر صحبت و بحث و گفتگو بود مورد اشاره آقای دکتر کهرمان قرار گرفت. به صورت مختصر آقای کاوه مدنی هم صحبت کردند. در جامعه هم شایعات بسیار متفاوتی پراکنده بود. من در وهله اول اجازه میخوام که به این شایعات به نحوی که اونجا که میتونم پایان بدم. در ابتدا بخشی از جامعه میگفتن که چون آقای طاهباز مرد ثروتمندی هست به خاطر ثروت او چنین کارهایی صورت میگیره و البته من با همسر ایشون هم صحبت کردم و بقیه مطالب. من صریحا این رو عرض میکنم که موضوع شخصی متهمی نبود که نهاد امنیتی مثلا با شخص آقای طاهباز یا آقای سام رجبی یا بقیه درگیری داشته باشه. یک تصوراتی وجود داشت مبنی بر این که اینها در بیابان‌ها با جی پی ایس و برخی از اقداماتی که در اختیار دارن بتونن جانمایی کنن و گزارش بکنن و اطلاعات برن و در ابتدای امر صحبت از دوربین‌ها بود که اینها درسته که ظاهرش دوربین‌های مربوط به محیط زیست است، اما به نحوی درست شده، تدارک دیده شده که
بتونه کارهای جاسوسی رو انجام بده. اما آقای آقاسی، این در پرونده بود یا فقط به صورت افواهی مطرح میشد؟ آیا در مورد دوربین و در مورد جاسوسی ها و جی پی اس این مسائل اشاره هایی هم بود، اما خوشبختانه کارشناسی هایی که صورت گرفت و تقاضایی که وکلا کردن و برخی دیگه اقدامات باعث شد که به این موضوعات خاتمه داده بشه و نهایتاً برسن به اونجایی که در قانون ببینید پیش بینی شده ارتباط با دولت متخاصم آمریکا در جایی جرم اگر ارتباط هم با دولت باشه که علیه امنیت کشور اقداماتی صورت بگیره و یا همکاری صورت بگیره. هیچ چیز در این زمینه ثابت نشد. اتهام در واقع این جرم که حد اکثر مجازاتش 10 سال هست برای متهم ردیف اول و دوم در نظر گرفته شده، واقعا چیزی مشخص نشد که خب چه همکاری صورت گرفته، این مدت داشتن همکاری میکردن خب چه نتیجه‌ای داره. ما در ماده 134 قانون مجازات اسلامی تصریح کرده قانون گذار و پیشبینی کرده که کسانی که کاری رو انجام میدن در جرایم عمدی باید علاوه بر این که به موضوع اون عملی که انجام میدن و جرم هست توجه داشته باشن و ماهیت اون جرم رو هم بشناسن. این افرادی که مثلا در سمینار شرکت کردن و یا در صحراها کارهای انجام میدادن که واقعا قصد مجرمانه نداشتن و حداقل در پرونده اگرم داشتن ثابت نشود، چیزی ارائه نشد که این قصد مجرمانه منجر به این نتیجه شده. وقتی که علیه امنیت کاری انجام میگیره باید این امنیت درش اختلال ایجاد بشه. چه اطلاعاتی به دست آوردن؟ اون هم در قرن ماهواره ها، در قرن دیدن از راه دور حتی رنگ کمربند نیروی ارتشی که در بیابان ها هست، اینا میتونن تشخیص بدن چه نیازی هست که دوربینی گذاشته بشه و این اقدام صورت بگیره. به هر حال جواب سوال شما خانم الفاضل اینه که نخیر، چیزی که نشون بده اینها مرتکب عملی شدن که مستوجب مجازات بشه در دادگاه ها به نقل از وکلا ارائه نشد و ثابت نشد. آیه کهرم، یک بحث دیگه، بحث عدم خبررسانی در مورد این پرونده برای ماها و هفته های آغازین بود. بعدتر هم ما به عنوان کسانی که خبرنگار بودیم، پیگیر این پرونده بودیم، باید بگیم که بسیار سخت بود با خانواده ها به خصوص صحبت کردن. ظاهرا بهشون قول هایی داده شده بود که چون دولت به نوعی با این سمن همکاری داشته و نظر وزارت اطلاعات این بوده که این پرونده جاسوسی نیست، شاید بتونن به اونها کمک کنن، بنابراین بهتر هست که ساکت باشن. ممکن است که شما به ما بگید که از این در واقع همکاری دولت آیا به شما هم خبری رسید؟ آیا روشن هست که دولت در این زمینه چه میخواست بکنه؟ تونست کاری بکنه اصلا یا نه؟ حالا دولت به صورت اظهارات مثلا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و یا رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور آقای علوی مرتب گفتن که اینا بیگناه هنو جاسوسی انجام نگرفته در این زمین هست. ولی یک گلگی که ما از خودمون داریم از برخی از خبرنگاران این است، اینها مثل اینکه در خارج از ایران زندگی میکنن، در سوئیس زندگی میکنن، شرایط رو نمیدونن. آقای رئیسی اعلام کردن همین دو سه ماه پیش، گفتن کسانی که در مورد این بچه ها، ما اسم میذاریم بچه ها، گفتن کسانی که در مورد این بچه ها صحبت میکنن این کار رو نکنن چون به ضرر اینها تموم خواهد شد. اون وقت برخی از خبرنگارا و روزنامه نگارها بعد از افشا شدن نامه خانم نیلوفر بیانی اومدن به خانواده های رنج کشیده اینها تاختن که شما چرا اطلاعات مربوط به سختی ها و شکنجه های اینها را افشا نمی کنید. عزیز من، جناب آقاسی در یک صحبت دیگه فرمودن، گفتن در طول و قبل از این محاکمات معمولا دولت و یا دستگاه قضا میره و به اینها اخطار میده، قولهایی رو میده و علنا جناب رئیسی گفتن آقا صحبت نکنید چون به ضررشونه. اون وقت پدر و مادر رنج کشیده اینها که نگران جان بچه هاشون هستن بیان چی بگن؟ بگن دختر من شکنجه شده یا تهدید شده به نمیدونم اعمال جنسی؟ نه، این کم لطفیه.
میگن از ماست که بر ماست کم لطفیه این روزنامه نگاره. بله، البته که بسیاری از روزنامه نگارا الان در واقع با تجربه سالیان متوجه شدن که هرچه خبررسانی کمتر صورت میگیره در مورد هر پرونده‌ای احتمالاً بیشتر به ضرر فرد متهم خواهد بود. آقای مدنی، من ممنون، آخرین سوال از شما بپرسم. شما با قول در واقع نهاد محیط زیستی کشور به ایران برگشتید برای اینکه خودتون فکر میکردید میتونید کارهایی بکنید، بعد درگیر یک پرونده‌ای شدید که به شدت خود شما هم تحت فشار بودید. ممکنه یه مقدار راجع به این به ما بگید که آیا چه توقعی داشتید از دستگاه دولتی و چه کارهایی باید انجام میشد و انجام نشد، هم در مورد خودتون هم در مورد این پرونده؟ فکر میکنید اونها میتونستن کاری بکنن، کاری نکردن؟ بله، میتونم الان یه لیست بلند بالا بگم بدم از اتفاقاتی که افتاد و اینکه هر کسی چه کاری میتونست بکنه، از نماینده مجلس، از رئیس قوه قضاییه، از رئیس جمهور، از وزارت اطلاعات و غیره. اما ببینید، من فکر میکنم یک تجربه حالا شکست خورده هست. مورد منی موردی بود که اتفاق نیفتاده بود، یه آدمی که خارج از گروه خودی ها باشه دعوت بشه به ایران صرفاً بر اساس تخصصش و بخواد بره کمک کنه. من یک سوال کردم در وقتی که این پیشنهاد به من شد و اون این بود که شما برید چک بکنید ببینید من تایید میشم توسط سیستم یا نه، من نمیخوام بیام ایران، برم زندان. دقیقاً این فقط بود. من هم پرسیدم حقوقم چیه، حوزه اختیاراتم چیه، به من ماشین چی میدید، نمیدونم خونه زندگی میدید، نه چیزی. حقوقم به مراتب کمتر بود از آنچه که در انگلستان در میآوردم، ولی رفتم ایران کار بکنم. همه این داستانام شد محل اشکال، برای اینکه جهان بینیامون فرق داشت. سیستم از من میپرسید که چرا شما اصلا اومدی ایران، کی ول میکنه اونور بیاد، شما اونجا چقدر در میارید، چرا با این حقوق حاضری برگردی. اینا میشد محل سوال و نیت خیر شما میشد در واقع خودش عامل مشکل. ما مسئلمون اینه که حلقه خودی های نظام دارن هی تنگتر و تنگتر میشن. این اتفاقات در مورد افراد میفته. من حتی روز گفتم وارد فرودگاه شدم، حکم گرفتم وارد فرودگاه شدم، اطلاعات سپاه منو دستگیر کرد، زندگی منو ریخت به هم، تحقیرم کرد، نمیدونم حرفای عجیب غریب بهم زد، ولی من باز هم وایسادم کار بکنم. تو همه این مدت گفته میشد آقا تحمل کن، به خاطر دیگران، به خاطر محیط زیست، و این مشکلات حل خواهد شد. من زمانی تصمیم گرفتم که برنگردم و حتی دولت هم از من دلخوره بابت این قضیه، چون خیلی‌ها فکر می‌کنن دولت هماهنگ کرد که من بیام بیرون و برنگردم. این مطلب غلطی است. من در سفر دیپلماتیک بودم که تصمیم گرفتم برنگردم. اما زمانی تصمیم گرفتم برنگردم که احساس کردم مشکل ما مشکل جهل است. مشکل ما کنار پروپاگاندا، کنار اینکه می‌خوایم حمله کنیم، اینه که با یه سری آدم طرفیم که نمی‌فهمند که نمی‌دونن، نمی‌دانند که نمی‌دانن. بنابراین داستان درست میکنن، حاضر نیستن بخونن، یاد بگیرن، حتی مکالمه کنن، سوال بکنن، و برای خودشون داستانشون رو دارن، دنبال کیس میگردن که بچسبونن به داستانشون و برن پیروزیشون رو جشن بگیرن. مشکلات داخلی دولت با سپاه مشکلات جدی است که قربانی‌های متعددی دارد. مشکلاتی که ایران با خارج از کشور دارد، اینها میشن هم در واقع قربانیاش میشن همین داستانا. من زمانی به قولید ناامید شدم و تصمیم گرفتم استعفا بدم که دیگه فکر میکردم هیچ راهی وجود نداره برای اینکه ثابت بشه به این سیستم امنیتی پشت پرده که بنده برای کمک آمدم. بنابراین من فکر میکنم همین داستان ادامه خواهد داشت و نمیتونیم کاری بکنیم در موردش، مگر اینکه در بالای نظام تصمیم بگیرن که این رویه غلطی است و باور کنن که بدون کمک افرادی که دنیا رو دیدن و میشناسن میتونن کاری برای مملکت بکنن. متشکرم آقای مدنی، آقای کهرم و آقای آقاسی. ممنونم از هر سه شما که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی سایت یوتیوب و سایت فارسی بی بی سی مجدد تماشا کنید. شب و روزتون خوش.